یو 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 سلام سلاتین، آیا میدونستید که اسپند یا اسفند همینی که دود میکنن، بوی اسپند، بوی دود، همین اسپنده خاصیت روانگردانی داره و در دوزهای بالا میتونه باعث اثرات سایکودلیکی روی فرد بشه؟ امروز میخوایم به یه چند تا سوال در مورد اسپند جواب بدیم. یک، اسپند درون خودش چه چیزی داره که میتونه باعث خاصیت روانگردانی بشه؟ دو، چجوری اسپند رو تبدیل به یک روانگردان میکنن؟ سه، روانگردان موجود در اسپند توی چه گیاهای دیگه ای وجود داره؟ چهار، مصرف اسپند چه علائمی داره؟ و پنج، چه خطراتی میتونه داشته باشه؟ اگه الان خیلی میخکوب نشستی و وجد داری ببینی اسپند چه جوری میتونه خاصیت روانگردانی داشته باشه، حتما ادامه پست رو ببین. سلاتین، اسپند درون خودش یک سری آلکالوئید داره. آلکالوئید یعنی مولکول‌های شیمیایی که بیس این مولکول‌های شیمیایی یک مولکول به اسم هارمالا. حالا این هارمالا توی سه تا از اصلی ترین آلکالوئیدهای داخل اسپند وجود داره، یکی هارمالین، یکی هارمین و یکی هارمالول. این سه تا آلکالوئید بیس اصلیشون هارمالین هستش. حالا این هارمالین چی کار میکنه؟ هارمالین یک مونوآمین اکسیداز اینهیبیتوره، یعنی مهار کننده مونوآمین اکسیداز. مونوآمین اکسیداز کاری که در بدن میکنه اینه که میاد سروتونین و نور اپینفرین رو تجزیه میکنه. حالا اگه یه چیزی باشه و بیاد این مونوآمین اکسیداز رو مهار کنه، باعث میشه که سروتونین و نور اپینفرین درون بدن فرد بالا بره و به واسطه افزایش این سروتونین میتونه خاصیت روانگردانی و تحریک پذیری بدون محرک خارجی درون فرد به وجود بیاد که همون خاصیت روانگردانیه. هارمالین سلاتین توی اسپند به میزان 3% وجود داره، یعنی شما با خوردن دونه اسپند هیچ موقع خاصیت روانگردانی اسپند رو درک نمی کنید. هارمالین همچنین یک مونوآمین اکسیدازه که توی یک گیاهی وجود داره که این گیاه در تولید چای آیوواسکا استفاده میشه. حتما توی دیسکریپشن یک پستی گذاشتم، اونو حتما نگاه کنید در مورد چای آیوواسکا. چای آیوواسکا دو تا چیز داره، یک گیاهیه که DMT داره و یک گیاهیه که مونوآمین اکسیداز داره. چرا؟ چون وقتی DMT از راه دهان وارد بدن میشه، درون معده یه سری آنزیم وجود داره به اسم مونوآمین اکسیداز. این آنزیم میاد DMT رو تجزیه میکنه و نمیذاره DMT اثر کنه. ولی این گیاه دیگه که هم درون چای آیوواسکا وجود داره، باعث میشه که به واسطه هارمالینی که داره و به واسطه خاصیتی که مهار کننده مونوآمین اکسیدازه، میاد مونوآمین اکسیدازه معده رو مهار میکنه و باعث میشه این DMT اثر کنه. پس این هارمالین توی گیاهی که در تولید چای آیوواسکا هم استفاده میشه وجود داره و همچنین توی دونه های اسپند، ولی انقدر این مقدار کمه که با مصرف خود اون گیاه یا مصرف خود اون اسپند هیچ موقع خاصیت روانگردانی به وجود نمیاد. خب سلاتین، ما هیچ موقع نمیایم به شما جواب این سوال رو بدیم، چون واقعا اصلا قصد ما این نیست که شما بری مصرف کنی یا بخوایم قصد اینو داشته باشیم که نحوه تولید و استخراج هارمالین رو بگیم. اما پروسه‌ای که وجود داره اینه که با جوشوندن اسفند طی یه سری مراحل خاص و ویژه میان هارمالین رو ازش استخراج میکنن که یک ماده حدودا سیاه رنگ و غلظت بالایی داره و
شدیداً تلخ مزه است. یعنی بدتریپی روی مصرف روانگردان اسپند یا مصرف روانگردان هارمالین خیلی زیاد دیده شده به خاطر اون حالت تهوع شدیدی که به فرد میده. برای همین بعضیا میان هارمالین رو داخل کپسول‌هایی می‌ریزن و این کپسول‌ها رو قورت میدن، این کپسول‌ها رو می‌خورن تا این هارمالین توی معده باز بشه و اون خاصی اون بدمزگیه که باعث ایجاد حالت تهوع میشه دور بشه از فرد. گایز، هارمالینی که از اسپند یا از گیاه چای آیوواسکا به وجود میاد در اصل خاصیت‌های درمانی زیادی داره. اگه طب سنتی رو یک مطالعه‌ای کنید متوجه میشید که همونی که میاد میگه روغن بنفشه رو در مقعد خود فشار بدید، همون آدم میاد میگه اگه شما اسپند بخورید، اسپند صبح ها ناشتا مصرف بشه خاصیت ضد میکروبی داره. توی ویکی‌پدیا نوشته، اسپند میتونه باعث، یعنی هارمالین اسپند میتونه خاصیت ضد پارکینسونی داشته باشه، میتونه از لرزش های عضلانی جلوگیری کنه و تحقیقات جدیداً داره انجام میشه در خصوص خاصیت ضد سرطان بودن اسپند. اما این اسپند، منظور دونه های اسپند، باعث خاصیت ضد پارکینسونی نمیشه. اون هارمالین اسپنده که به میزان نه به اونقدی که خاصیت روانگردانی ایجاد کنه، نه اونقدر کم که هیچ خاصیت درمانی نداشته باشه. هارمالین رو استخراج میکنن زیر نظر پزشک، ممکنه باعث خاصیت های درمانی بشه و همچنین در دوزهای خیلی بالا میتونه باعث خاصیت روانگردانی بشه که راجع به روانگردان ها باز هم توی دیسکریپشن یک لینک گذاشتم، میتونید نگاه کنید. روانگردان ها میتونن باعث توهم شنوایی، توهم بینایی، حس آمیزی یعنی دیدن صداها یا شنیدن تصاویر میتونه باعث این خاصیت ها بشه و همون خاصیت روانگردانی میتونه باعث بدتریپی بشه و همچنین میتونه باعث اتصال شما به کائنات و سفر شما به ناخودآگاه خودتون بشه که اصلاً فکر نکنید سفر به ناخودآگاه خیلی چیز خوبیه براتون. نه، میتونه خیلی تجربه بد و فراموش نشدنی باشه. یه جنبندی بخوایم بکنیم، سلاطین، توی دونه های اسپند یک ماده‌ای وجود داره به اسم هارمالا که این هارمالا هم میتونه در دوزهای خیلی بالا خاصیت روانگردانی داشته باشه و هم در دوزهای متوسط میتونه خاصیت درمانی داشته باشه به خاطر اینکه باعث افزایش سروتونین و افزایش نورپینفرین میشه، میتونه باعث توهم و افزایش تنش‌های عصبی، افزایش ضربان قلب، فشار خون، تعریق بشه. همچنین به طور طبیعی توی اسپند هارمالین خیلی کمی وجود داره و برای استخراج هارمالین بالا جهت خاصیت درمانی یا خاصیت روانگردانی اسپند نیازه که تقلیز بشه و اون هارمالین ازش استخراج بشه. عاشقتونم، دوستتون دارم. اگه ایده ای دارید که براتون محتوا تولید کنم، حتما توی دایرکت، میگم توی دایرکت، توی کامنت ها من بگین، کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی بذارید، نوتیفیکیشن رو روشن کنید. عاشقتونم، خاک پای شما، سرمه چشمای من. تا دیداری دیگر.